حاج آقا کی برمیگردی؟ مثل همشه شمسی جونم، دوشنبه و سه شنبه. راستی کی برمیگردین حاج آقا؟ مثل همشه جونم، چهارشنبه و پنجشنبه. قربونتون برم، از این بخوریم. قربونت برم حاج آقا. حاج آقا کی برمیگردی؟ مثل همیشه جونم، شنبه و یه شنبه. آه به سلامت. نمازتون تموم شد گلبار خانم؟ اکبر بله. پشو بند زدین؟ بله. خوابتون نمیاد؟ چرا چشمام دیگه واز نمیشه؟ خب پس پاش بریم بخوابیم دیگه. شما بفرمایین من یه دقیقه دیگه میام. چرا حالا نمیان؟ نمازمو بخونم میام. مگه تموم نشو؟ اکبر چرا نماز کمیلم مونده؟ زود باش بابا، ساعت دهه. تا بریم بخوابیم دوازده میشه. آه اکبر شما بفرمایی من یه رو به دیگه میام. آه لا لا بابا جون، ساعت ده و ربع شد، این نماز کمیل تموم نشد. چرا؟ بی من چی کار داریم؟ خب اگه تموم شد ببریم بخوابیم دیگه. آخه هزار تام صلوات نذر کردم که باید بگم. هزار تا صلوات؟ عزیز دلم، این ذکریات رو بذار واسه شبایی که من مسافرت هستم. لا اله الا الله، اون شبا 2000 تا میگم. خب 3000 تا بگو که وقتی من میام دیگه بدهکار نباشی. لا اله الا الله حاج آقا، هر دفعه که میخوام جواب بدم ذکرم باطل میشه، باید از سر بگیرم. اگه میخواین زود تموم بشه شما برین دراز بکشین، من الان میام. پاشین بریم ببینم. باریکلا. زن عزیز دلم، گلبار خانم تموم نشد. گلبار خانم میخواین نصفشو من براتون بگم؟ میخواین؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگه جواب ندم بی ادبیه، اگه جواب بدم همش باطل میشه، باید از سر بگم. گفتم دراز بکشین الان میام. ساعت 11 شد. اگه 10 دقیقه دیگه صبر کرده بودین میومدم. تقصیر خودتونه دیگه، باطل شده بعد از سر بگم. حالا چند تاشو گفتی؟ 700 تاشو. 700 تا رو میخوای دو مرتبه بگی؟ آره دیگه، چاره چیه؟ شما بفرمایید ایره قربونتون برم. پاشی بفرمایید برین، من نذر کردم باید حتما بگم. اصلا باز چی نذر کردی تو؟ برای سفید وقتی.
میخوام پیش شما سفید بخت باشم. که سیاه بختی تو عزیزم؟ دلم میخواد سفید بخت تر باشم، سفید مثل بلور. خواهش میکنم، تو از بلورم سفید بخت تری. بیا بریم بخوابیم، بیا بریم. شما بفرمایید حاج آقا، من الان میام. من اگه این ذکرم تموم نشه تا صبح خوابم نمیبره. حالا بفرمایید اینقدر وقت رو تلف نکنید، من اومدم بابا. من قربونه دارم یه خطه تون در بیا. من که دارم تون میام. نه خیلی تون در بیا. بودو اومدم دیگه، چه خبری ته؟ لاغی تو این میگی و نمیای. ته بودو ته بودو ته حاج آقا نداری. بودو سلام علیکم زنم. سلام از من خانم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. قربون قدم تو، بفرمایید. خب شما چی داشتید؟ باگرد ساعت نیچه قربون شما. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. مال منه. اختیار داری؟ وا اختیار دارین دیگه چیه؟ این دستمال مال منه دیگه. خود باش بده من بلا آجان صدا میکنم. چه پرو؟ دستبند منو داره میدوسته، بعد میگه من آجان صدا میکنم. به من میگی دوست؟ دوست جد و آبادته. محترم برو آجان صدا خوب بینم. حالا معلوم میشه خبر نشونت میدم. از خانوم بپرس. الحمدلله اینجا همه منو میشناسن. اما تو چی اصلا معلوم هست کی هستی؟ خوابه خدا. یواشتر بابا. ما هم تو محله خودمون همه میشناسن. حالا یه دفعه هممون خراب شده پشتیم اومدیم اینجا. تازه منم به خاطر محترم اومدم اینجا. چیه؟ خانم بفرمایید ببینم چرا شلوغ کردی؟ چه خبره؟ دوزیش زنوسا این دستان الان 5 سالی که تو دست منه. تو رو خدا شما به این خانم بگین که این دستان مال منه یا نه؟ این دستان مال اینه. راست میگه، کارگر داشتی؟ بله. وا خدا مرگم بده. خوش اومدید. پس دستبند من کو؟ شاید تو قفس است. مگه درشو قفل نکرده بودی؟ بذار ببینم. سپیدنا. این چه کیسه؟ شمس خانم جون، پس این چیه؟ ببین ایبا خدا مرگم بده. خانم خیلی معذرت میخوام، منو ببخشید. آخه این دستبند شوهرم از اصفهان برام آورده. سوغاتی شوهرم که میدونین خیلی عزیزه. آه. بله اتفاقا دستبند منم شوهرم از اصفهان برام سوغاتی آورده. دی چه خنده دار. دو تا شوهر از اصفهان برای زناشون دستبند سوغاتی آوردن که عینه و عینه ها. استغفر الله. خانم آقای شما چی کاره؟ تاجرم. از تهرون چیز میز میبرن شهرستونا، از شهرستونا چیز میز میارن تهرون. با خاک به سر. چرا؟ اینه هوی
آقای ماست. آقای شمسی خانم هم تاجرن، از شهرستون ها چیز میز میارن تهرون، از تهرون چیز میز میبرن شهرستون. بله حاج آقا کمال معروفن، تموم ایرون میشناسنش. چی؟ حاج آقا کمال؟ بله بله حاج آقا کمال. مگه چی بشه؟ وای خدا مرگم بده، آخه اسم شوهر منم حاج آقا کماله. حاج آقا کمال شما چند سالشه؟ چرا 5 سال؟ خب حاج آقا کمال ما هم چرا 5 سالشه؟ بلنده یا کوتاه؟ کوتاه. مال شما چی؟ کوتاه. بابا جون اتفاقه، 1000 تا حاج آقا کمال هست، 1000 تا آدم کوتاه هست، 1000 تا هم تاجر هست. هر دوشون یکی باشن چی؟ نمیشه یکی باشن. حاج آقا کمالیشون لابد هر شب تو خونه است، نمیتونه پیش شما باشه مگه نه؟ نه حاج آقا کمال ما فقط هفته 2 شب میاد خونه، شنبه و 1 شنبه. آخ شمس ملوک جون مثل که داره بوش در میاد. چطور مگه؟ آخه حاج آقا کمال ما فقط هفته 2 شب میاد خونه، 2 شنبه و 3 شنبه. ای بدزاد، غلط نکنم حاج آقا کمال هر دومون یکی؟ اگه حاج آقا کمال هر دومون یکی باشه مو به سرت نمیذارم. بابا اول خواهریتون رو ثابت کنیم بعد ادعای ارث کنیم. مگه امشب حاج آقا کمال شما خونه نمیاد؟ این خانمو میبرید تو اتاق بغلی قایم میکنید. اگه فهمیدین تو حاج آقا کمال هر دوتون یکی، اون وقت مو به سر هم نذارید. چرا مو به سر هم نذارید؟ مو به سر حاج آقا کمال نمیذارید. شنبه و 1 شنبه میاد پیش من، 2 شنبه و 3 شنبه میاد پیش شما. حالا باز فهمید بقیه‌اش رو کجا میره؟ بقیه شبای هفته رو میرم مسافرت دیگه. چند دفعه بگم مسافرت؟ بله مسافرت. منم باور کردم مسافرت. این چه جور مسافرتیه که سالی به 12 ماه اونم هر هفته؟ خب 1000 جور مسافرت داریم، اینم یه جورشه. ماره جون خودت اصولت دیگه میپرسه. برو عقب باشه، زودتر جا رو بنداز شمس المروی خانم جونم. ایبا چیته حاجی؟ بیا برو زودتر جا رو بنداز. چه عجله‌ای داری؟ هنوز که نماز تو نخوندی. چی بود؟ من بودم. مثل اینکه صدا از این بر بودا. نه این صندوقونه صدای آدمو پس میده. بیا. نگفتم که تو این دفعه سکسکه نکرده صدا پس داد. چه میدونم، خورد به دیوار پس داد. آخه صدا نکرده پس داد. چه میدونم بابا، شاید از اون دیوار بلند شده خورده به یه دیوار دیگه پس داده. خیالاتی شدی؟ برو وضوت بگیر، برو. این دفعه دیگه تو نبودی؟ نبودم که نبودم. یعنی یکی اون پشت هست. خیالاتی شدی، حالا برو وضوت بگیر، برو. خانم، خانم اینجا تو رو خدا نگاه کن کجا رفته. بیا بیرون. رفت. نمیتونم. اونجا رفتی دوزی؟ اینو میدونم، سکسکم بر نمیاد. سلام حاج آقا. سلام علیکم. بیا بیرون حالا. بیا. آخ داد نزن. دامنم جیر خورد. چیکار کنم حالا؟ عیب نداره، عوضش سکسکت برمیاد. محترم خانم مهمون دارن؟ نه چطور مگه؟ نه او به جدم قسم. والا به جدم قسم تو این خونه جز من و شما و شمس الملوک و زنهاجی هیچ کس دیگه نیست. زنهاجی؟ زنهاجی دیگه کیه؟ شما نمیدونی زنهاجی کیه؟ بعد از اون 3-4 تا چه میدونم دیگه کیه؟ شمسی خانم. چی؟ شمسی خانم جو باز مواظب باشین، حاج آقا بو برده. بیا اینجا حاجی که خوابی اینو از اون در ببر تو. باشه. صبح زودم یه تاکسی میگیری بالای کوچه منتظر میشی، حاجی که رفت ما میریم دنبالش. سمع الله لمن الحمد. حاج آقا نمازتون تموم شد. الله اکبر. بیا
بیا بیا بریم تو اتاق من، حاجی بو برده. من باید تا صبح اینجا بمونم. خانم جون الهی قربونت برم، آخه گندش در میاد. گندش در اومده، 5 سال آزگار گوله این مردو خوردم. سرما خوردی؟ آره. ملای من قربون سر تا پات برم، چرا تنهایی سرما خوردی؟ میذاشتی با هم میخوردی؟ گفت چرا تنهایی خوردی؟ میخواستی بذاری با هم بخوری؟ خب گفت که گفت. آخه اینو همیشه به من میگفت. نه از اون هفته به این هفته یه پیرنگ گوشت آوردی ها؟ نه عزیزو دلم، چون اقا تو ناز میکنی امشو؟ نه نه؟ نه آره، حالی میبینی وقتی گفتم نه. آره یعنی آره نه نه 15 ساله میگی نه، منم هم نه آره آره دیگه نه آره نه بیاد میگم آره نه عزیزو دلم آره نه تو رو آره تو رو خودم بگو آره نه آره آره دیگه آره نه نه یعنی آره نه فعلا خدافیز دیگه من رفتم به خدا سپردم تا شده آقا. اگه طوری هم شده بود که این اومدی پایین گریه میکردیم بودی درد رو هم شده دارد رو میکردن بابا برو بابا دوتا لگوری انداخته دو ماشین خیلیم نابر چه آورده شما چطوره؟ سلام
گل گلاب چطور احوالشون؟ چه خبرها؟ خبرها پیش شما، شما کعب الاخباری. ما کعب الاخباریم، اول شما چند تا مخبر برد. یه وقتی که میشتونه بابا. نه ترس حاج آقا، من تلگرافه حرف مزنم. این شاگرده تو دست به سر کن بره. جای اصلا به پر قهوه خانه دوتا چای برده بیار. حاج آقا چای میخوره یا ترش؟ من ترش نخورده ترش کرده. دوتا چای پاکیزه بردار بیار بچه. واسه ترش کردین حاج آقا؟ از دست همون چند تا مخبری که خودت گفتی. از وجود هم اطلاع حاصل کردن؟ نه خدا رو شکر هنوز نمیدونن، یعنی هیچکی نمیدونه. البته به غیر از من. شما که جای خود دارید، شأن و مقام شما پیش من خیلی عجله. از این راز من هیچکس خبر نداره جز شما. خیلی ممنونم، شما لطف دارید. خب بفرمایید ببینم برای چی خوش کرده. ضعیفا یواش یواش دارن صداشون در میاد. مگه از اون حبا مصرف نمیکنه؟ نه از اون جد از نمیکنم، گرچه حبم هم تموم شده اومدم ازتون بگیرم، اما زنا قرقرشون در اومده که چرا اینقدر مسافرت میرن. همشون بدون اینکه با هم قرار گذاشته باشن، چون از وجود هم که خبر ندارن، میگن ما شوهرمونو هفته ای هفت شب میخوان. اونم که نمیشه. بچک من به تو گفتم برو دوتا چای وردا بیا. خودتون گفتین ترش و چایی تقصیر من نیست. من از حاج آقا پرسیدم ترش یا چای. حاج آقا ملازم فرمایید، از صبح تا شب واسه دست این پسر خنگ نفهم هرس بخورم، خونم به جوش اومد از دستش. بفرمایید حاج آقا میل کنه. باز ریشش باز هر هر مخنده. الان میرم عوض میکنم. نمیخواد عوضش کنه، ببر خودت کوف کن. تو باز میشیش باز هر هر میخنده، تو برو بیرون پسر. بهبه خوش آمده. خوش آمیردن سلام علیکم. از سینه بلان شاه داماد پا موثر افتاد. نصف شب اول مرد نبود، مردش دیگه انگار نه انگار. میخواستیم دوتا بالا بندازن. آخه دیگه نه نه چطور نداشتین؟ هفت هفت دادم واسه هفت شب، سه تاشو خوردی چهار تا باست داشته باشه نه؟ آخه من شب اول سه تا خوردم آمیرتا. سه تا؟ تو تو برزی داغم میشه. یکی مصرف کردم نشون، یکی دیگه انداختم بالا، ما دیدم انگار نه انگار، اون وقت مجبور شدم سه تا بخورم. خب حالا که ستاش خورده بازم انگار نه انگار یا انگار انگار؟ انگار انگار اثرکی داشت. پس اوزاد خیلی خرابه که باز حبه و دولا پهنا بد بدم. اینه میبینی اصاره حب گیاه جنگلی هم به مرچه بدن و فیل میشه، تو تفنگ بریزن توپ بشه. نوش جانت بفرم. دست شما در نکنه آجا، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. اگه اثر نکن نوتا میتونم بخورم. نه 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 نه، این تنهایش هشتاییه. میگم یعنی اگه خدایی نکنه اثر نکن چی کار بکنه؟ اگر اثر نکرد فقط یک چاره داره. اون چاره چیه؟ باید دور تریاک قلم بگیرین. الوان جان پولش چطور شد؟ چوب خند دادم بابا جون، چوب خند شده. شما باید از این حبهای دولا پهنا مصرف کنین. چرا؟ خودتون گفتین همشون هفته هفت شب شما رو میخوان. هفته هفت شب که نمیتونین خونه همشون باشین. این حبهای نیروی میدن که دو شب و هفت شب میخونن. دست شما درد نکنه. خب کرایه ها رو جمع کردی بابا؟ من تقدیمتون میکنم. بده بیاد بیم. این مال نجاری، این مال بقالی، سمساری، جوشکاری، اینم هم ما. پس مال خودت کو؟ مال خودم با عزتون پای حبا نوشته. ده تا دو تومن، بیست تومن، کرایت پنجا تومن میشه. این آخه دولا پهناست. خیلی خوب، ده تا چهار تومن، چهل تومن، بازم ده تومن بده کاری. ای بابا حاج آقا، ماشالله در عالم
مور از ماسک میکشین. بفرمایید اینم دو تا حد بابت تتنش. حالا بفرمایید دو چهار تا 8 تومن. پس دو تومنش ها دو تومنش یکی از این عبای کوچولوه. معلوم نیست اونجا چی کار داره. بریم ببینیم چی میگه. آقا میرزا با اجازه شما دیگه. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش آمدی. خدا حافظ. خب حاج آقا امروز نوبت کدوم محله؟ باغ پسته بک. امروز تو محل شما انشالله خوش باشی. بودو بیرون کجا؟ باغ پسته بک. زور که برگشتم میام تو رو میرسنم خونه. قربان شما. کجاست؟ کوچه اول دست را خدا عمرت آب تو بریخ سرم که یک کشناس بشم. شدم ولی اون نشد شنیدی آب تو به سرش ریخته. خدا مرگم بده. مگه آب تو به چی؟ وا نمیدونی؟ یعنی از ما بهترون بوده. از ما بهترون چی؟ از اون زنا. نمیدونستی؟ نه. پس چرا بهشون میگن از ما بهترون؟ چه میدونم؟ لابد از ما بهترن. خدایا توبه. پاشو بریم. کجا؟ باید تکلیف حاجی رو روشن کنی. من تو خونه از ما بهترون نمیمونم. ایوا حالا که نه. اون وقتا بوده. اون وقتا؟ اون وقتا چی بوده؟ من الان 7 سال زنش هستم. من دستا زن. من فقط 5 سال زنشم. اون وقتا شو تو بهتر میشه. از من بپرسین که 10 سال زنیشن. چی کاره بوده؟ از موقعی که من دیدمش تاجر بوده. پس از اول این کاره بوده. چی کاره بوده؟ همین تاجر دیگه. آره هرچی بوده الان سر میرسه. همیشه صلات زور میاد. صلات زوری کجا میری؟ بریم خونه ما یه لقمه نهار بخوریم. نه جان شما بنده مرخص میشم باز برم خانه. بیا بریم حرفا چیه. آخه حاج آقا درست نیست که سر زور من مزاحمتان بشم. ممکنه مهمان داشته باشی یه وقت نهار کم میاد. زن تا اینکه نمیدونه اون وقت باعث خجالت شما میشه. اینجا وایسا من یواشی برم یه سرگوشی آب بدم. نه مهمون کیه؟ غذا چی داریم؟ من که با تو رو دروسی ندارم. اگه چیزی نبود نیا. باشه باشه. چلو خورش بود منو خبر کن حاج آقا. آخ جیوان خدا بدون چه آدم های دروی بودم. جوری میزنیمش که نفهمه از کجا خورده. آها یکی یکیسه میکشیم سرمون. وقتی از در اومد تو خوب میزنیمش. چرا بکشیم سر خودمون؟ میکشیم سرمون. باید یه پدری ازش در بیاریم که تا عمر داره دیگه حرف خوب شما بفرمایید وسایل پذیرایی آماده است. نهارم خیلی داری. سه رنگ خورش بسازم. بله. شما کجا حاج آقا؟ من میرم یه کاسه ماست بگیرم برگردم. یا الله بگو برو تو. بتاعت. یا الله میگم. چینا خیلی خوب. کسافت میبزنینش. بکشینش. خاک بر سر لعنتی. چشمت رو بپریدم. خفت میکنم. میکشمت. آخه چرا بزنم نام و سلوانا؟ خاک به سرم نامحرمه. پس حاج آقا کن. من جم دونم حاجی من رو کردی و خودش دم مثلا مات بخره. ای ناجز زد به چاک دیگه هم گیرش نمیاری. چرا؟ من گیرش میارم. ماشین فولکس شما رو از دم منزلتون بردن. نمره چی بوده؟ 49625. 49625 تهران چی؟ تهران چی؟ نه قنچی. حاج آقا کمال قنچی. نه خانم جون میپرسم تهران جیم، تهران ب یا تهران الف. اینشو نمیدونم سرکار. ببینم تهران جیم بوده یا تهران الف. به نظرم تهران جیم. تهران جیم بوده. نه تهران الف. بالاخره جیم یا الف؟ والا چه عرض کنم، این خانم میگه الف، این خانم میگه جیم. یعنی چه؟ خودتون که صاحب ماشین هستین چی میگه؟ صاحب ماشین شوهرمه، حاج آقا کمال قنچی. پس چرا از اونا میپرسین؟ آخه شوهر اینام هست. آبرمون رفت. بله. خانم از کجا میرین؟ سمت میتونم اوقاتون بشه. یه دونه موبه سرده بیزارم زنی که بیگه بیگه شوهر تو آقی تو سه سال حاجی رو شراختی من دست بره سر به بالینش کشتم. کجا میرین؟ خانم حالا نوبت شما نیست. نوبت ما همین الان.
جناب سرخان به دادم برس. شوهره نادرینم و این زنی که زب کرده. اسم شوهرتون چیه خانم؟ حاج آقا کمال. حاج آقا کمال؟ حاج آقا کمال. با خاک بر سر. لا اله الا الله. اسم فامیلش چیه؟ مرتضوی. حاج آقا کمال مرتضوی. فورا شوهر اینا رو احضار کن. شما بفرمایید به محض اینکه ماشین پیدا شد بهتون خبر میدم. خواهش می‌کنم. همش تقصیر تو آچل است. نگاه کردنش کفاره می‌خواد. ساکت بشید. چرا وایسادین خانم؟ در تو بر. اینجور که معلومه اسم فامیلش فرق داره. ممکنه واسه اینا عوض کرده بشه. از این بروجک هر چی بگی برمیاد. ممکن. معذرت میخوام، نمیشه ما یه دقیقه اینجا بشینیم؟ اینجا بشینیم؟ مگه اینجا کافه قنادیه؟ بفرمایید خانم، ما کار داریم. شما هم بفرمایید تو اتاق انتظار. خواهش بسر. بریم دم در واسیم. الو، بله. معذرت میخوام خانم، شوهر شما چی کاره؟ به شما چی مگه فضولی؟ چه بد اخلاق، حقت سر تبو بیا. ولش کن شمسور ملوک خانم، آدم سر به سر اینا میذاره. باید تتوشو در بیارم، من شک دارم. بیسا بریم از اون یکی بپرسیم. بریم. آخش عجب دور و زمونه. مرد شور این مرد رو ببرم. از قدیم گفتن خدا نکنه تنبون مرد دوتا بشه. فلفور حوث زن گرفتن میکنه. دست به دلم نذارین که دلم خونه. بینم خواهر جون شوهر چی کاره؟ ناسلامتی تاجر. تاجر؟ همچی تاجر تاجرم نیست. از این شهر جنس میخره میبره اون شهر میپوشه. همیشه تو مسافرته. همیشه تو مسافرته. پس شما هیچ وقت نمیبینینش؟ چرا؟ هفته یه شب میاد پیش من. امروز فهمیدم که هفته یه شبم میره پیش اون زن. خب پنج شب دیگه شو کجا؟ گفتم که میره مسافرت. تو از کجا میدونی خواهر جون؟ بلکه اون پنج شب دیگرش هم میره پیش پنج تا زن دیگر. پنج تا زن دیگه؟ بله، از این مردا هر چی بگی برمیاد. بله. شوهر شما سن و سالش چقدره؟ حدودای چهل، چهل و پنج. چهل و پنج؟ اونها اومدش. شرجن قرن میگه، قرن میگه. اینجا دیگه خونه نیست که بگی خفش. نه تو که بچه سال کرده شهر هرتی. بالاخره حساب تو میرسی. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. الحمدلله. بابا جون، بابا باز به من گفتی بابا؟ آره، دلم میخواد مثل بابا نازم کنی. آخه من تالا بابا نشدم، نمیدونم ناز بابایی چجوریه. اب نداره، اصلا نباید ناراحت بشی، تازه تو هم مثل منی. منم بابا به خودم ندیدم، نمیتونم بابا چجوری آدم رو ناز میکنی. دست چیکار کنی؟ مثل بابا یا مثل شوهر؟ صبح مثل بابا. عزیز دلم، نمیشه این ناز پدری رو از همون ناپدریت بگیری. وقتی یادش میفتم از زندگی بیزار میشم. نه 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 عزیز دلم، خواهش میکنم یادش نیفت. خودم بابا میشم. چی میکنی؟ خب ناز پدریه دیگه، مثل بابا. بابا ناز بابا که اینجوری نیست. تو که ندیدی از کجا میدونی؟ اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. دست ها را بالا برده و پاها را از هم باز کنید. شروع کنید. تنبلی نکن. شوهر من باید ورزیده باشه. پاشو، شکمت داره بزرگ میشه. هر کاری من میکنم تو هم بکن. باشه. اینطوری. بفرمایید، بفرمایید خانم. شستی؟ زنگ میزنم.
ببخشین خانم، میخواستم یه سوالی ازتون بکنم. بله، خواهش میکنم بفرمایید. شما میدونین اون ماشین چند وقت جلوی در خونتونه؟ البته که میدونم، ماشین شوهرم از دیشب که از مسافرت اومده اینجاست. ایوا خاک حالا، اون یه شب دیگرش هم میاد اینجا، خدا ذلیلش کنه. دلم میخواد خرخراشو بجوام. این ماشین مال شوهرتونه؟ بله، مگه فکر کردی مال کیه؟ متشکرم. میگه مال شوهرشه. بپرسیم ببینی شوهرش اینجاست. شوهرتون الان منزله؟ بله. لطفا پس بهش بگیم بیاد دم در. باشه، همین الان صداش میکنم. کمال! کمال! قربون دستت. کمال! بله. کمال بیا دم در، کارت دارن. اومدم بابا. کیه؟ چی کار داره؟ پلیسه. پلیس؟ آره. با من چی کار داره؟ راجب ماشینه، به نظرم عوضی گرفتم. پلیس این وقت روز چی میخواد؟ بله آقا. میکشمت. چرا همچی میکنین؟ این چه رفتاریه با مریض میکنین؟ تا چشمش کور شه، تو دندش هم نرم شه. آقای دکتر این سزاش همینه، برای اینکه کلک زدی. فعلا بفرمایین بیرون. بفرمایین. خواهش میکنم بفرمایین. اینا چی هم؟ زناش هم مریض از کجا بردن؟ هر چهارتا؟ بله. چرا اینجوری شده؟ به نظرم کتکش زدن. یه لیوان آب سرد. اول باید به هوشش آورد. به هوشم نزن بابا نزن، حالم هم خیلی خوبه. یعنی چی؟ نمیفهمم معنی این کار چیه. مسخره بازی داره بودن. خب بگین چی شده؟ آقا دکتر دستم به دامنت، به من باید کمک کنی. بیچاره شدم، این چهار تا زن با هم دست به یکی کردن، میخوان منو بکشن. بکشن. بیمارستان که جای این حرفا نیست، به دادگاه خانواده رجوع کنین. آقای دکتر تا من بیام به دادگاه عرض حال بدم، این چهارتا جون منو میگیرن. خواهش میکنم شما تجویز بفرمایید من یه هفته اینجا استراحت کنم تا آبا از آسیابا بریزه. خواهش میکنم، استدعا میکنم، تمنا میکنم. شیست سال تبابت میکنم همچین مریضی ندیده بودم. خانوما، شوهر شما احتیاج به استراحت داره، ملاقاتش هم فعلا قدغنه. قدغنه که قدغنه، برای غریبه ها قدغنه. شما زنش هستین، برین تو مریض خونه دست پاش بگیریم بکشیم بیرون. نمیشه، راهمون نمیدن، باید ازش شکایت کنیم. این کارا فایده ای نداره باقا. من از اون خدا بیامرز یه دفعه شکایت کردم، بعد از 3 سال دوندگی بالاخره آشتیمون دادن. شما بی دست و پایی. شکایت فایده نداره.
دو تا از این لاتای محله باش ببینیم زیر سیبیلیش رو چرب کنیم برن تو مریض خونه تا میخوره بزننش. فایدهش چیه؟ ناقص میشه بازم قبال گردن خودمونه. باید شما ازش طلاق بگیری. بگیری؟ چرا خرجت از ما جدا کردی ها؟ برای اینکه شوهرمو دوست دارم. بله. چی؟ با مگه ما دوست نداری؟ یک کاره چه مردرت ما طلاق بگیریم خانم حاج آقا رو درسته برداره واسه همیش میگن فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. بالاخره ما چهار تا که نمیتونیم با یه مرد زندگی کنیم. سه نفر بود پاشونو بکشن کنار. خیلی خوب اولیش تو دومیشم شما. با چرا من؟ پس کی؟ چه میدونم حتما من. نخه هر کسی که آب تو به سر شیخته اگه سر من آب تو بریخته سر تو هم باید بریزم. یعنی بگیرمه چی تو هم خونه باید چه خواهی بگیرم باید چه خواهی بگیرم میکشمه زریبه چونه هم نگه بالا عوض که با هم دعوا کنیم یه فکر برای حاجی بکنیم با خودم مرگم بده. آخه چی کار کنی؟ هرچی شما بگین ما همون کارو میکنیم. هر چهارتاتون طلاق بگیری من خودم زنش میشم. والا چیزه ببینین وقتی آدم زورش به یکی نمیرسه باز با ریشخند کارشو پیش ببره. پاشین دست جمعی بریم بهش بگین با هم آشتی کردیم. تو شوهرمونی ولی نعمتمونی همه دوست داریم. بالاخره یه جوری ورش داریم بیارینش تو خونه. بارا بابا حوصله داری؟ سر هممونو کلا گذاشته حالا قربون صدقشم بریم؟ بابا بیاریمش خونه که چطور بشه؟ ده همین وقتی اومد تو خونه دیگه تو مشتتونه. مگه نمیخواین ازش انتقام بگیرین؟ همه تو میرین دم آینه هفت قلم بزک میکنین. پشو پشت به اینجا کارت تو بیا یه سر باسه اینجا. تو نه یه جلو. ای بابا حرف نزن دیگه گوش کنی چی میگم. بزک بکنی این چیه؟ این پوماده. شما چی کار میکنی؟ ماساژ میدم. شما به این کار میگین ماساژ؟ بله. چیز خوبی ها. ببینم اگه شما با دفعت عمل نکردین چه؟ بچه را پشتتون رو مالش میدن. آخه بس که خوابیدم پشتم درد گرفته. امروز صبح یه دفعه کمرم گفت جرق. گفت جرق؟ نره گفت جره. بله. نمیدونم این کمر من چرا یه دفعه گفت جره. بابا آقا جون دست فردار این ماساژ برای مریضیه که 10-15 روز بستری باشه. شما ماشاءالله سر و مو رو گنده مثل ماهی تو آب دارین شنا میکنین. نه گفتم یعنی اگه از اون پماد زیادی دارین یه دستی هم پشت این بچه یتیم بکشین. گناه نداره که. ده آقا خانومتون اومده. یعنی خانومات کدومشون؟ هر چهار تاییشون. به آقای دکتر بگو بهشون بگی که حاجی حالش خرابه ملاقاتشم قدغنه. آخه ببینی خود آقای دکتر منو باهاشون فرستاد. بگو حالش بده. آخه نمیشه. پس یه دقیقه صبر کن. رو منو بپوشو. رو منو بپوشو. زود باش زود باش. بگو بیان تو. من در حالت اغمام. سلام حاجی. سلام حاج آقا. بس که خوابن. نه خودشونو به خواب زدن. حاجی ما با هم آشتی کردیم. حاج آقا تصمیم گرفتیم هممون توی یه خونه زندگی کنیم. آره مثل پروانه دور شما بگم. یه خبر خوبی براتون هم. هممون از پاپ کشی کردیم اومدیم خونه شمس‌الملوک خانوم. این چند روزه اینقدر با هم گفتیم و خندیدیم. هر جای شما خالی. آره والا. اگه بودین من بادتون میزدم. من لقمه دهنتون میذاشتم. منم بوستون میکردم. بر پدر مادر اون کسی لعنت که بزنی زیر قولش. به خدا قولیم حاج آقا. خیلی خیلی خوب. حالا که اینطور شد منم از امشب بخوام عدالت رو رعایت کنم. چهار تا اتاق یه رنگ و یه جور هر کدومیتون مثل خانوما میرین تو اتاقتون زندگی میکنین. منم به نوبت بهتون سر میزنم. نمیخواین شماها به نوبت به من سر بزنین. انتخابش با خودتونه. کدوم یکیش؟ ها 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 ما به نوبت به شما سر میزنیم. بسیار خوب. پس شما ستا بفرمین اون اتاق. اول شمس‌الملوک به من سر میزنه یا من به شمس‌الملوک سر میزنم؟ چرا؟ چرا اول شمس‌الملوک خانوم؟ لابد اون عزیزتره. نه خیر واسه اینکه اون گنده تر و پاشت پا دم سابیده تره. نه خیر برای اینکه اون زن اولمه. عدالت خدایی اینطور حکم کنه. شمسی جون جا رو بنداز. بفرمین 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 آسیاب به نوبت. بفرمین
همینجا میشینیم همچی که شمس الملک جیغ کشید شما بپرین تو اتاق. بعد کی بره؟ یکی از شما دوتا دیگه. چرا خودت نمیری؟ وا من میخوام آخر سر برم تا حسابی دمار از روزگارش در بیارم. خیلی خوب. خودتو لوس نکن شمسی خانم، من لحاف ندارم. خب من چیکار کنم؟ مگه با من قهری؟ نه خیر، آشتیم. پس چرا من زیر لحاف را نمیدی؟ آخه زیر لحاف تاری که اینجوری خوبه. خب شکل ماهتو ببینم. الهی من قربونی سر تا پاد برم. شمسی خانم تو از همه زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگی. نه بجونه تو، اینو فقط به تو میگم، برای اینکه تو واقعا از همشون بهتری. خدا لعنتتون کنه حاج آقا، یه جوری حرف میزنی آدم مورمورش میشه. اگه مورموره میشه بس بیام زیر لحاف. من مورمورم شده، شما که مورمورتون نشده. من مدت هاست که مورمورم شده. نه دلم میخواد خیلی مورمورت بشه، همچنین مورموره مورموره مورمور. حرف شما جون مورموره مورموره مورمور که سهله، من مورمورم شده. نه نشده حاج آقا، نشده. میگم نشده. میگم شده. نشده. شمسی خانم من صدا کردی؟ نه. آره نوبت شماست. نه بابا، هنوز نوبت گلبهار خانم نیست. چرا دیگه، مگه خودتون نگفتی نوبتیه؟ خودشون میگن، خودشونم زیر حرفشون میزنن. من از اولم گفتم آسیاب به نوبت. نه حالا نوبت گلبهار خانومه. تو خودت میدونی نوبت گلبهار خانوم نیست. اگه از من میپرسی میگم نوبت گلبهار خانومه. دیگه الهی قربون سر تا پات برم گلبهار خانوم، تو از همه زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگی. نه به جون تو، اینو من فقط به تو میگم، برای که تو واقعا از همشون بهتری. یه لحظه صبر کنی. خیلی چی کار میکنی؟ شرخی. میدونین که من هیچ کاری رو بدون استخاره نمیکنم. شرخی. بعد اومد. یعنی چه بعد اومد؟ بعد اومد دیگه. بعد اومد یعنی اینکه بعد اومد. اگه خیر بود خوب میومد. استخاره که دروغ نیست. بدش من. خیر. مال من خوب اومد. مال من بد اومده. مال من خوب اومده. مال من بد اومده. ای حاج آقا نکنیم. نگار بیا. نگار برای دادو بیدار رو انداختی. نوبت توی نگار. نخه دور اومده. نوبت توی نوبت کیه؟ نوبت توی استخاره بد اومده. نخه خوب اومده. تو هم خوب اومدی نگار. به خدا اگه امشب به من دست زدین نزدین. آه چشم، دست نمیزنم، گازت میگیرم. بیا گوز. نه هنی چه نه؟ ناسلامتی، من شوهر تو هستم. گفتم امشب نه، امشب دلم میخواد بابام باشی. عزیز دلم، تو همیشه میگفتی صبح مثل بابا، حالا شبه. نه یه دفعه هم دلم میخواد ناز بابایی شبونه رو حس کنم. ناز بابایی شبونه دیگه چه؟ پس میخواستی سر حق بگی که صیغه پدر فرزندی جاری کنن دیگه. وقتی تشرم میزنی چقدر مثل بابا میشی. بابا جون الهی من قربونت برم. الهی من قربونه اون سر تا پات برم نگاه جون، که تو از تمام زنان بهتری. آره میدونم، به اونام همینو میگی. نه به جون تو، اینو من فقط به تو میگم. اگرم به اونای دیگه بگم، به تو واقعا میگم، برای اینکه تو واقعا از اونای دیگه بهتری. اگه بهترم پس چرا حرف منو گوش نمی کنی؟ بگو عزیز دلم، بگو، هر چی بگی اطاعت میکنم. مثل بابا نازم کن. مثل بابا؟ آره. چش بگو مثل بابا نیست. چرا مثل بابا؟ نه این مثل بابا نیست. اینه بابا. نه نیست. مثل بابا؟ مثل بابا نیست. چرا؟ نه. نوبتی هم باشه، حالا نوبت ماست. باشه بینم. آره نوبت شماست. بابا نباشه. بابا نباشه. حالا بینم. بود. قلم پاتو میشکنم اگه اینو به اونای دیگه هم گفته باشی. نه به جون تو، اینو فقط به تو میگم، برای اینکه واقعا از همشون بهتری. وقتی میگم بهتری، واقعا بهتری. از همشون بهتری. پدرشو در آوردم، اما پدر خودم هم در اومد. ناراحت نشدی؟ نه نذاشتم به اونجا بری. سیاقو داری میلرزی، تمام تنم مثل مرغ پرکنده دوندون شد. حالا کی باید بری مزاحم بشی؟ شیخ که زد، هر سمون با هم میریم. پس بریم پشت در مواظب باشیم. ای شمسی خانم، ایوا پس چرا نمیای؟ شما بریم، من یه خود آب بزنم به صورتم حالم جا بیاد. گور گرفتم. چرا جیغ نمیزنی؟ من چه میدونم، لابد وقتش نرسیده. آخه خیلی وقت تو اتاقی. مهین خانم خیلی زبله، میخواد ببره لب چشمه تشنه برش کرد. اون حاجه که من دیدم تشنه که بر نمیگرده هیچی، الان آبتنی هم کرده.
خدا مرگم بده، نکنه بهمون کلک بزنه. شمسی خانم، شمسی خانم. بله. چرا اینقدر داد و بیداد رو انداختی؟ میگم ما چرا من این خانم جیغ نمیزنی؟ چیه میدونم من این خانومم. بریم دید بزنیم. ثابت کن که تو از همه زنان بهتری. ثابت کن. به شرطی که نظری اونا بفهمن. مگه جرم زنمی؟ حلال و حلولمی؟ آخه نه، ما با هم قرار گذاشته بودیم تو رو اذیت کنیم، حالا اگه بفهمن من یکی تو رو اذیت نکردم با هم بد میشن. پس شما با هم دست به یکی کرده بودین؟ من نه، اونا. الهی من قربونت برم که از همه زنان بهتری، به اونا دیگه هم نگفتم ها. میدونم اینو فقط به من گفتی، برای اینکه تو واقعا از اونا دیگه بهتری. الهی من هر سه بیلی که یکی بهتری. باشو بینم یلا. وا من که هنو جیغ نکشیدم. من سرکار خانم فردا صبح جیغ بکشی. باشو بینم. نه تو رو خدا، جون حاج آقا، جون من، تو رو خدا بر مردم آزار لعنه. یارو کی هست حالا؟ استاده، مرشدمه. همه فوت فن کار من پیش او یاد گرفتم. همون حبا که بهتون دادم و معجون هفت جوش پیش او گرفتم. راستی حبا چطور بود؟ فایده کرد؟ حبای دولا پنه؟ آره معرکه بود. اما بعدش این بود که این زنها لجبازی میکردن.
اونم چه ضعیفایی، خدا نصیب گرگ بیابان نکنه. همچین کیسه رو کشیدن سرم، کتکم زدن که جونم در آمد. اینا رو کجا پیداشون کردی؟ از دیو دو سر همشون مثل برقه بودن. از موقعی که فهمیدن من چهار تا زن دارم افریته شدن. چرا گذاشتی بفهمن؟ با همه زرنگی اینجا رو خنگی کردی حاج آقا. خب حالا که فهمیدن دیگه باید فکر چاره کرد. چارش همین دواهای مرشده. به خورد هر زنی بدی یا مثل پروانه دورت میگرده. دیشب من کشتیارش شدم، سرد این گرد فاش نکرد که نکرد، به هیچ کس خب بلکه به مام نداد. بله ولی باید محض خاطر حاج آقا ریشک رو بذارم. باید اصرار کنی. میگه از اصرار غافل مشو که با اصرار میشه فیله بکنی تو سوراخ موش. مرشد جان سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. اجازه بدید دست جناب عالی رو ببوسم. نه این در شأن ما نیست. حاج آقا کمال را به شما معرفی می‌کنم، از دوستان قدیم بر. سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، خوش آمدید. حاج آقا یه گرفتاری پیدا کردن که گرش فقط به دست مرشد عظیم شأن بنده باز میشه. بفرمایید در خدمت گذاری حاضرم. مرشد جان خواهش بنده را رد نمی‌فرما. نه دست رد به سینه حبیب نمی‌زنه. نه خیر عرض کنم زوجه حاج آقا نسبت به ایشان بیمهر شده است، احتیاجی مبرمی به اون گرد کذایی دارد. استغفرالله این گرد را 20 سال است که به احدی ندادم و تا نفسی باقیست به احدی نخواهم داد. خیلی ببخشید جناب مرشد، ولی شما قول دادین که خواهش میرزاقا را اجابت کنید. قربان در این مورد به خصوص خواهش میکنم که خواهش نکنید. خب استاد شما که نمیدونید این 4 زن موجب عذاب من شدن. آقا ببینم آیا جناب عالی یک جفت همسر دارید؟ خیر دو جفت. پس به شما اصلا از این گرد نمیتوانم بدهم. چرا؟ احتمال دارد این گرد را به یکی از آنها بخورانید و این موجب عدم اجرای عدالت گردد. من به شما قول میدم که این گرد را به هر 4 زن بخورانم. شما تضمین میکنید؟ من به حاج آقا بیشتر از تخم چشم خودم اطمینان دارم. بسیار خوب، این گرد را در چای می‌ریزید و به طوری که طرف متوجه نشود به خوردش می‌دهید. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ببخشید چقدر باید تقدیم بکنم خدمت؟ نفهمیدم چی؟ عرض کردم چقدر تقدیم کنم؟ چی میگی؟ من نمی‌فهمم. اسم پول نیار. استغفرالله، اسم پول نیار. آه فهمیدم. عرض کردم چقدر تقدیم کنم قربان؟ چی فرمودید؟ حاج آقا زنده به سر شما شده. ای داد رفت تو حالت اغما. گفتم راجب پول با این حرف زن. من چه میدونستم؟ حالا پاشو برو. اگر به هوش بیاد چشمش بهت بیفتد باز کش میکنم. تو باش برو. مرشد جان رفت. استاد جان کجاست؟ رفت قربان رفت. برو گرد را ازش بگیر. این شخص لیاقت اون گرد را نداره. چرا قربان؟ دارد، مرد نجیبیست. نه میترسم از اون سوء استفاده. نه ترسید. اگر فقط به یک همسرش خورانه. نه خیر، شما مطمئن باشید این حاج آقا که من میشناسم دستور شما را نعنه به نل اجرا میکند. گرد را به 4 زنش میخوراند. برای اینکه عدالت را رعایت بکند خودش هم میخورد. استغفرالله خودش نباید بخورد. این گرد برای اوناس است. زکور اگر بخورد اوناس میشود. چرا من چادر پاشین یه خورده کمک کنین، مهمون که نیستی، خونه خودتونه. شمس الملک خانم من نمیتونم بگیرم. وا میونه این هیرو بیا زیر ابرومو بگیر. بله. نگاه جون برو اون چایی رو بیاردم کن. امشب میخوام همچین سنگ تموم بذارم که حاجی مثل تخمه تو مایتابه ترق و ترق کنه. پس من چی؟ خوب معلومه، تو هم یه کاری بکن که مثل ماهی تو مایتابه جلیز و ویلیز کنه. یا الله بفرمایی شمس الملوک خانم، چای حاضره؟ الان دارم. سلام حاجی آقا. وا حاجی آقا شما هیچ وقت عصر خونه نمیومدین؟ خونه شمسی خانم عادت دارن عصر بیان. سلام. نه والا به خدا اینجا هم دفعه اولی که عصر میام. گلبار خانم حاجی آقا تشریف آوردن. چطور شد عصر اومدی اینجا؟ از این نزدیکی‌ها رد می‌شدم گفتم بیام یه چایی بخورم. اون چای رو رم کنی. سلام حاجی. سلام علیکم. چرا نشستین؟ باشین پذیرایی کنین از شوهرتون. و نگار برو یه لیوان آب خوردن برد بیار. تو هم برو یه خود نون پنیر برد بیار، من میخوام بخورم. اون مربای شقاقلم یادت نه. چشم. تو هم برو تسبیح بیار، میخوام یه خود ذکر بگم.
منم لابد باید دست و پاتونو بمالم. نه نه تو برو دم در یه سر بزن بیم من در بستم در کوچه. دست درد نکنه آب نطلبیده مراد نطلبیده نیست خودتون طلب کردین هرچی طلبم نبود حاج آقا بفرمایین اینم تسبیح دلش در کوچه بسته بود خوشتون میاد الکی آدمو بفرستین دنبال فرمون زن خوبه فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه پس باید نون شما هم تو روغن باشه ما که همه گوش بفرمونی شمایی شما این است که فقط روزا گوش بفرمونی اون زن خوبه فرمانبر پارسا که گفتن روز و شب باید فرمانبر باشه بس این چای دم نکشی بفرمایین بذار جلو نگار که ای تاله اول باید به کوچکترها تعارف کنن کوچکتره برای همینم هم دلم میخواد فرمون برپر باشه بفرمین این هم از جلو گل بهار خانم شما امروز چقدر تعارف میکنی؟ تعدد زوجات موقعی حلاله که مرد عادل باشه اول چهار تا زن بعد خودم پس اینم لابد باید بذارم جلوی مهی بله. خانم بله بله بعدم شمس الملوک خانم اون دست آخر سرم خودم بدش به من بفرمین به من نگاه میکنین پس چی جوری میخوایی بهت نگاه کنن مثل این که امشب از خر شیطون اومدی پایین آه چقدر حمله میکنه آره دلم میخواد بهت حمله کنم دلم میخواد تو به من حمله کنی خب درست اما هر کاری یه مقدمه داره بی مقدمه که نمیشه نه بی مقدمه بی مقدمه عزیزه دلم آدم دعوام که میکنه اول یه چند تا بعد بیرا میگه یا زرفی نمیزنه تو گوش طرف که چرا میزنه میزنه بزن راه نمیده تو دیگه منو دوست نداری به جهنم که راه نمیده چه خبر از خانم دوستت مراقب کردی چی بوده خوش نگاه کن آچله الهی من خادرات بشم آجه من میدارم چقدر خیابانی مردی از خوش خوب اومده حاجی جون خوب اومده که بدونین چقدر دوستتون داره ای نگار خانم این صفره باره چهار نفره آچه یعنی میبینی چه آتیش برم تو از اونم بدتری سرم نمیشه من خوب اومده ها میدونی که من تو رو به همه زنام ترجیح میدم اما یه مشکلی پیش اومده که مجبورم نوبتی تو رو به نگار بدم آخه من استخاره کردم خوب اومده بدبخت اینه که استخاره من بد اومده آخه وا واس کی بد اومده به نظرم برای هر چهار تا تو بیا بریم هی هاجی جون بی بخوابیم دستمو ول کن باش بیا هاجی تو خدا من اینجا ببین بعد منو زمین ننداز آخه خوب اومدی Oh, my God.
چرا گریه میکنی؟ کتکت زد؟ عالیه، آخ چون کتکم میزنه. خوبه خوبه، کتک خوردنم خوشحالیه. بابا من خوشم میاد مرد کتکم بزنه، اما حاج آقا هیچ وقت منو کتک نزده. ببینم چه جوری کتک میزنه ها؟ کتک نزد. پس چی کار کرد؟ هیچ کار نکرد. نزده. بیا لاغ سواری، بیا به پرواز سوار شو. باریکالله، ماشالله. بیا اینا درست میشه. بیا اینا یعنی چی راه نمیده؟ راه نمیده یعنی راه نمیده دیگه، اینم یه جور ناخوشیه. فردا باید برم دکتر. حالا چرا نمیخوابی؟ نه خیر، لازم نکرده. حالا بیا شایدم راه دار. نه خیر، لازم نکرده. بیا مثل بابا نازت بکنم. نه خیر، لازم نکرده. تو خودت همیشه دلت میخواست مثل بابا نازت بکنم. صبح نه شب. من این خانم یه گلبهار خانم. هیچ کدومشون. ایوا چه طرفه؟ آره دیگه خانم سوگلیه. تا شما اینجا نشستی من یه تو که پا میرم پیش حاجی. هی شما هم اینجا باشین، خوب نیست شمس الملک خانم تنها باشن. نه من این خانم نه، بیاین اینجا تا بهتون بگم. حاج آقا مریض. چشونه؟ چشونه؟ شما که لابد میدونین چشه. وا چشه؟ کجایی دارم در به در عقبت میگردم؟ رفتم در دکونه دیدم بسته است. از همسایه ها سراغ گرفتن گفتن نمیدونیم کجاست. لاف تو زاردس خونه شاگردتو داد. بودو بودو رفتم در خونه پسره گفت اوستام تو قهوه خونه. حالا چی کار داری با این نجله؟ بیچاره شدم. چطور مگه؟ بدبخت شدم. مگه چی شده؟ روسیا شدم. آخه این گرد چی بود مرشد شدم؟ تا تهش خوندم بیچاره بنده خدا. از کجا میدونی؟ از اون گردم خوردی؟ آره چطور مگه؟ مگه خدا بهت رحم کنه؟ مگه فرشته های آسمون زیر بالت بگیر؟ چرا مگه چی شده؟ دیگه میخوای چی بشه؟ از اون گرد خوردی دیگه؟ مگه نباید میخوردم؟ نه اون مال اوناس هست. مگه گردم اوناس و زکور داره؟ بله جانم، اون حبا مال زکور صفت میکنه، این گردا مال اوناس شل میکنه. حالا شما گرد اوناس خوردی شل شده. حالا یه دوا موایی نداری من بخورم دو مرتبه صفت بشم؟ بالای این گردا دیگه دوایی وجود نداره. برای همینه که مرشد به همه کس نمیده. اون بیچاره از همین ترس دار که مبادا یه همچین چیزی پیش بیاد. پس من چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ میرزا خاجون من یه مرد معمولی نیستم، 4 زن دارم، تعهداتم زیاده. یه فکری به حال من بکن. متاسفم که از دست من کاری ساختی. باشه بریم پیش مرشد. نه حاج آقا، اسم مرشد نیار که اگه یک بار دیگه تو رو ببینه سکته میکنه. پس خودت برو یه نسخه ازش بگیر. ضد این گرد دوایی وجود نداره. پس من چی کار کنم؟ میدونیم از دو کار یه کاری میتوانی تو کنی. یا باز برید دکتر اگه خدا خواست خوب بشین، یا 4 زنتان را طلاق بدهیم. الهی بمیرم براش. از در اومد همینجور سرش انداخت پایین، یه راست رفت تو زیر زمین گرفت خوابید. بهتون بگم من میدونم چی کار کنیم. مربای شقاقل کولاک میکنه. نه زنجبیل پرورده. من که به اندازه شماها تجربه ندارم، اما میگن موز خیلی اثر داره. نه موز، نه مربای شقاقل، نه زنجبیل. حاجی رو نظرش زدم. یه مرد 4 زن داشته باشه تو این دور و زمونه مگه از چشم بد در امونه؟ اونم حاج آقا. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. ما که دیگه خودمون خبر داریم. ول کن خانم، کی نظرش زده؟ اصلا کی میدونست که 4 زن داره؟ خودمون. چرا تا حالا که از هم دیگه خبر نداشتیم؟ حاجی هیچ پاکش نبود، خودمون نظرش زدیم. من که الحمدلله چشام پاکه. حتما مهین خانم نظرش زده، از چشاش پیداست. وا چشام چه ای بشه؟
تو آینه نگاه کن میفهمی دو میزنه. بی خود یکی به دو نکنی. الان براش تخم میشکنم معلوم میشه کی نظرش زدی. باره جون خودت، به هوای تخم شکستن میخوای بری پیش حاج آقا ما رو قال بزن. نه جونم، هر چهارتامون با هم میریم. پس منم مربای شقاقلمو میارم، منم زنجبیلمو بذاریم، منم موز بیارم. خدایا به حق بزرگواریت، به وحدانیتت، به عدالتت، به کرامتت، این بنده حقیر تو جلوی این چهار تا زن رو سیانه کن. حاجی جون قربون شکلت برم، پاشو یه فکر بکری واسه کردی. حاجی آقا پاشو اومدیم عیاده. حالتون خوبه؟ مثل اینکه دیشب تو حالا حالتون احوالتون همچین خوب نیست، درسته؟ حاجی جون همش تقصیر خودمونه، ما دیشب نظرتون زدیم، پاشین میخوام واسه تون تخم بشکم. هی حاجی آقا، حاجی آقا موز واسه تخم مرغ میشکنم. نه زنجبیل، نه خیر مربای شقاقل. قول من چقدر باید منتظر بشم؟ تا موقعی که بچه دنیا بیاد. شما 24 ساعت زودتر خانمتون آوردین زایشگاه. خب تقصیر ما چیه؟ باید منتظر بشیم. لا 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 تو رو خدا نگاه کن، زاییدن هم بدبختی داره. وای چه خوشی شانس. سلام علیکم خانم. سلام، چه فرمایشی داریم؟ احوال شما خوبه؟ متشکرم آقا. خانمتون آوردی؟ نخیر. خانم منزلن؟ بله، مقصودتون چیه؟ نظرت میخوام، درد شروع شده؟ نخیر، چی عرض کنم، درد که نداره. پس چرا حالا اومدین؟ صبر کنین دردش که شروع شد اون وقت تشریف بیار. مگه دردم داره؟ شما تازه ازدواج کردین؟ نخیر، چطور مگه؟ آخه همچین میپرسین دردم داره مثل اینکه دفعه اولتونه. ببخشید، پس مریضایی هم هستن که چندین بار مبتلا شدن؟ همین آقایی که اینجا نشستن 10 تا بچهشون تو این مریضخونه به دنیا اومده. این آقا مبتلا؟ بله، خانمشون تو اتاق زایمانی. خانم شما دردشون شروع شده؟ من برای خانومم اینجا نایمدم، خودم یه اشکالاتی دارم. آه پس چرا تشریف آوردین اینجا؟ اینجا زایشگاست، بفرمایین پایین. سلام علیکم. سلام آقا، چه فرمایشی داریم؟ خب آدم دکتر میاد برای چی؟ مریض هستیم. خب بله دیگه. بیماریتون چیه؟ خانم چرا اصول دین میپرسین؟ مگه شما دکترین؟ باید بگین چتونه تو شما رو بفرستم پیش دکتر متخصص.
مگه اینجا چند دکتر هست؟ متخصص بیماری های مقاربتی، بیماری های زنان، سکسولوگ و کینگولوگ. منو بفرستیم پیش متخصص بیماری های مرد. برای امراض مقاربتی؟ نه. برای بچه دار شدن؟ تقریبا یه همچی چیزی بره. تقریبا یعنی چی؟ من باید تحقیقا بدونم. نمی زحمت ببخشید. بفرمایید در دوم. دکترش مرده؟ آره. آه شکر. روزی یکی از این آمپولا رو میزنیم، روزی سه تام از این قرصا میخوریم. اگه بهتر نشد این هفته دیگه به من یه سر بزنیم. چش. متأهل هستین؟ بله، اونم چجور. یعنی چی اونم چجور؟ خانومتون جوونه؟ هم جوونه، هم پیره، هم میونه ساله، هم متوسط السنه. آخه من 4 تا زن دارم. 4 تا؟ بله. اون نسخه رو بدین نوان. از این قرص روزی 12 تا میل میکنیم، آمپولم روزی 4 تا بزنیم. 2 تا صبح، 2 تا شب. بله. چشم. مرسی. بفرم. خداحافظ. خداحافظ شما. بفرمین بخوابی. خب حالا برگردین. چرا؟ عجب دور زمانه ای شده. دوره آخر زمان شده دیگه. ما تا شهینده بودیم با جوشونده و حب و کپسول معالجه میکردن، حالا با انگشت به سراغ مریض میرن. پس طب جدیدم دردتو دوا نکرد؟ نه خیر، هر چی گفتن عمل کردن. ماساژ دادم، ورزش کردم، برق گذاشتم، آب معدنی رفتم، آمپول به ام زدن، یکی یه همچین قرص خوردم، شل خوردم. شل؟ شل دیگه چیه؟ شل برعکس قرص دیگه. قرص سفته، شل گرده میریزن تو آب حلش میکنن.
اینا همش کلکه. درد شما میدونید چیه؟ اشتهات کور شده. یعنی چی؟ آهای دوتا چای ورده بیا. تا حالا شده 10 روز پشت سر هم آبگوشت بخورین؟ هیچی دیگه، چشمت که با آبگوشت بیفته اشتهات کور میشه، دیگه میل به غذا نداری. اما اگه قرمه سبزی جلوت بذارن اشتهات وا میشه. اینا مربوط به شکمه، چه ربطی به درد من داره؟ فرقی نمی کنن، تنوع در هر چیزی اشتها میارن. چی میگی؟ تنوع که دارم الحمدلله خدا رو 100,000 مرتبه شکر تو سفره خونه من 4 رنگ غذا نشسته. درسته، اما هفته 7 شب این 4 رنگ غذا عوض نمیشه. باید یه تنوعی برای خودتان درست کنی. اینا استغفرالله، آخر عمری بیام خودمو به گناه آلوده کنم؟ گناه چرا؟ از راه شرعی. یعنی بازم برم زن میگیرد آقا؟ یا عوضش میکنن یا زیرابش میزنن، وقتی سرش خالی شد 2 مرتبه سرش آب میرزن. چرا با علم و اشاره حرف میزنی؟ درد من چکار به زیراب حوز داره؟ یعنی زیراب خودمو بزنن؟ نه حاج آقا، با تمام ناقلاییت گاه اوقات خنگی میکنی، زیراب اندرونه بزن. یعنی چه؟ اون کهنهش رو رد کن بره، مثل اینکه زیراب حوض زدی. بعد یه دانه نو بیار، مثل اینکه آب تازه رو گریزره. نه این نمیشه. این 4 تا زن مثل 4 تا گل هستن، هر کدوم یه بوی میدن. پس فقط 1 چاره داره. ها؟ سیگه. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. سبیه خیر، ایالا سیغم نمیشن. خب گناه داری، شما هنوز نامحرمی. یه ساعت دیگه محرم میشین. پس تا یه ساعتی دیگه باید دردون رو جیگر بذاری. بابا شرعیش هم حساب کنی، قبل از جاری شدن صیغه یه نظر حلاله. خیلی خوب، خیلی خوب، بفرمایید. همین؟ باش پس چی؟ بفرمایید زیر چادر. مادرم خانم خودمونی شما خیلی لغندین ها. ایده کجاشو دیدی؟ این راه قم چنقدر دور شده؟ آقا جون یک تا تونتر برو. خیلی عجله دارین آقا. شما هم اگه جای من بودین عجله داشتیم. عجله داریم با تیاره بریم. حالا چرا اینقدر عجله داریم؟ عجله کار شیطونه. وقتی حرومی باشه کار شیطونه، اما وقتی شرعیش باشه عجله کار فرشته های آسمونه. بعد تو اتوبوس. Thank you.
جلوی اینا رو بگیرین آقا. این خبر آقا اگه من میتونستم جلوی اینا رو بگیرم به شما پناه نمی آوردم. ملاحظه بفرمایید چه روزی من آوردم. خدا رحم کرد که جون سالم به در بردم آقا. خب بیا بتمرن دارم یه دیگه بر نزن. تازه خیلی هم ملاحظت رو کردی. آخه تو هم یه چیزی بگو. حقش بود خفش میکردی. آره والا. آقا اتخاذ سند میکنم. فرمایین بشین آقا. آقا فرمودم بفرمایین بشینین. خودم خفش میکنم. یعنی بگیر بشین. آقا اینا قصد جان منو دارن. بخون بخون بگیره. میذاریم به پروندهتون رسیدگی بکنم یا نه؟ مفاد پرونده ها که از ناسازگاری و ایراد جهره. شما به عنوان شاکی اگه توضیحاتی دارین بفرمایید. نه بله بفرمایید. والا چه عرض بکنم قربان؟ درباره شکایتتون اگه توضیحاتی دارین بفرمایید. دیگه توضیح از این بالاتر. این چهار نفر دست به یکی کردن منو کتک زدن. اینا ها این چهار نفر چه نسبتی با شما دارن؟ خانم شمس الملوک قرابی عیالم، خانم گلبهار زاکری عیالم، خانم مهین نجیبزاده عیالم و خانم نگار پورنگار عیالم. آی دادگستری، این آقا به اقرار خودش برخلاف قانون چهار تا زن گرفته. بگیرین اعدامش کنین. ساکت خانم، لطفاً ادامه بدین آقا. شما دستور بفرمایید ایشون برن سر جاشون بشینن تا بنده ادامه بدم. خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. خودم خفت می‌کنم. جناب آقای دادیار، من چهار تا زن گرفتم، اونم به خاطر اولاد. خلاف شرع رفتار نکردم آقا. ولی خلاف قانون عمل کردین. فقط شانس آوردین که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ازدواج کردین. حالا هر چی بوده گذشته، قانون که عطف به ما سبق نمیشه. دروغ میگه آقا، همین یه هفته پیش یه نفر سیغه کرده. لا شما بفرمایید، بفرمایید. برو خانم. در مورد سیغه یک هفته پیش چی میفرمایید؟ اگه مدرک کتبی مبنی بر این سیغه ارائه بدن من قبول دارم. خانم مدرکتون رو ارائه بدیم. وا مدرک چیه؟ این چی میگه؟ با چشم خودمون دیدیم. میبینی؟ آره، چارتایی زاخسیاشو چوب زدیم، مچشو گرفتیم، مگه نه؟ سیغشم محترم خاله اون بود. این حرفا همه نسیه است. اینجا خونه نیست که هرچی دلتون بخواد بگین. وای وای وای. اینجا مدرک میخواد، مدرک کتبی. گم شو. جناب آقای دادگار، شما حالیشون کنین. اینا زن ناقص عقلن. خواهش میکنم توهین نکنین. من مجری قانون حمایت خانواده هستم و قانون هیچ یک از اتباع ایرونو به علت زن بودن ناقص العقل نمیشناسه. پس بفرمایید قانون حمایت خانواده فقط از زنها حمایت میکنه؟ مگه مرد عضو خانواده نیستن؟ پس کی از اونها حمایت میکنه؟ قانون از همه حمایت میکنه، اما در این جور موارد بهترین راه برای حل قضیه توافق و سازشه و شرط اصلی توافق الغه و محبت زن و شوهره. خانم قرابی، صرف نظر از این اختلافات زودگذر، صمیمانه بگیم ببینم، شما شوهرتون رو واقعا دوست دارین؟ اگه دوست نداشتم چطور 15 سال باش زندگی میکردم؟ 15 سال آزگار چشمم به در خونه بود تا هفته دو شب آقا بیان خونه. من غر خیال میکردم میره مسافرم. شما که شوهرتون رو دوست دارین، حاضرین به زندگی زناشویی ادامه بدین؟ بله، به شرطی که اون ستا رو طلاق بدین. بفرمایید سر جاتون. خانم گلبهار زاکری، شما به شوهرتون علاقمند هستین؟ بله. خب حاضرین به زندگی زناشوییتون ادامه بدین؟ بله، به شرطی که اون ستای دیگر رو طلاق بده. تنها شرطتون همینه؟ نه خیر، یه شرط دیگه هم دارم. خب بفرمایید. باید ازش تعهد بگیرین که سالی یه دفعه منو ببره زیارت. الان 5 سال قول داده و منو نبرده زیارت. بسیار خب، بفرمایید سر جاتون. خانم مهین نجیب زاده. بله. معذرت میخوام، شما از کدوم نجیب زاده ها هستین؟ مگه چند جور نجیب زاده داریم؟ ما یه فامیلی دوری با فامیل نجیب زاده داریم. نه خیر آقا، ما فامیل نجیب زاده نداریم. این نام فامیل من خودم گرفتم، یعنی یه جورایی بود که مجبور شدم نام فامیل پدریمو عوض کنم. در هر صورت قیافتون به نظر من آشنا میاد. بابا آدمای همشکل زیادن. خب شما شوهرتون رو دوست دارین یا نه؟ شما چطور زنتون رو دوست دارین؟ من از شما سوال کردم خانم. خب منم از شما سوال کردم. ولی من موظف نیستم به سوال شما جواب بدم. تکرار میکنم، شما شوهرتون رو دوست دارین یا نه؟ متاسفانه بله. برای چی متاسفانه؟ واسه اینکه سه تا زن دیگه هم داره. یعنی اگه سه تا زن دیگه نداشت شما حاضر بودین باهاش زندگی بکنین؟ بله؟ بله. خیلی خوب، بفرمایید. خانم نگار پورنگار. بله. شما همسر ایشون هستین؟
نمیدونستی؟ چرا؟ اما یه کمی تعجب آوره. آخه میدونین مثل این که اختلاف سنیتون باید زیاد باشه. شما چند سالتونه؟ 19 سال. و شما؟ آقا ما دعوای سن و سال نداریم که، هر کس همون سنشه که حس میکنه. شما رو مجبور به این ازدواج کردن؟ نه خیر، ایشون از من خواستگاری کردن، منم با رضا و رغبت زنشون شدم. بعد نیست بدونین که چند تا خواستگار جوونم داشتم. اون وقت شما خواستگارای جوونتون رو رد کردین با ایشون ازدواج کردین؟ بله. خب برای چی؟ برای اینکه از جوونا بدم میاد. پس شما از زندگی زناشویی با شوهرتون رضایت دارین اینطوره؟ بله، به شرطی که اون ستای دیگر رو طلاق بده. خب بفرمایید. اظهارات خانما حاکی از اینی که همگی حاضرن با شما زندگی بکنن به شرطی که همسر منحصر به فرد شما باشن. بنابراین این کلیه این معما تو دست شماست. شما باید یکی از این 4 همسر رو انتخاب بکنین و 3 تای دیگر رو طلاق بدین. شما کدوم یکی رو انتخاب میکنین؟ سوال شما یک کلمه است اما جوابش یک دنیا مطلبه. شما باید به من فرصت بدین وقت فکر کنم. بسیار خوب، فکر کنم. چی فکر میکنم؟ میدونه آقای دادیار، هر گلی یه بوی میده. اینا هر کدومشون به تنهایی خیلی خوبن اما جمعشون بلای جون من شدن. یعنی مفردشون خوبه اما مردشون ترکیبشون رو ببرن. خب پس اینطور که پیداست شما از هیچ کدوم این خانومان نمیتونین دست بردارین. بله همینطور. بله خانومان، کدوم یکی از شما حاضرین به نفع دیگری کنار برین؟ هیچ کدوم؟ هیچ کدوم حاضر به طلاق نیستن. این قضیه لاینحله. 4 تا زن و 1 شوهر. شوهر هر 4 تا زن رو دوست داره. 4 تا زن شوهر رو میخوان و نارضایتیشون از این بابتی که میخوان سایه شوهر همیشه بالای سرشون باشه، نه فقط هفته 2 شب. اینطوره؟ بله. خب حالا شما این مشکل رو چجوری میخواین حلش کنین؟ والا منم تو این مشکل شما سردرگم موندم. آها، حالا اگه اجازه بدین مرقی داره. اگه خانوما موافقت بفرماین میتونیم هممون با هم زندگی کنیم. من تعهد میدم عدالت و مساوات رو رعایت کنم به شرطی که اینام دارن دست به یکی نکنن که پدر منو بسوزونن. با خوبی و خوشی و سلامتی با هم زندگی میکنیم. من 4 تا زن عزیزمو که از هیچ کدومشون نمیتونم صرف نظر بکنم دارم. این 4 تام هفته 7 شب شوهر داره.